بسم الله الرحمن الرحيم تعجيل الفرج صاحب العصر والزمان سصلوات صلوات غرام اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين من الان الى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمم ويا عبرة كل مؤمن ومؤمن يا غريب یا مظلوم کربلا همه با هم با دلی شکسته شب جمعه است دعای فرج و سلامتی مولا و زمزمه می کنیم با حضور قلب همراه بشیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصبا ودليلا وعائنا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين شب جمعة شب زيارتي يا سيد الشهداء داس أبو يسين باحترام واحترام أدب عرز سلام كنيد خدمة مولامون مقتدامون أبي عبد الله الحسين همه هم یک صدا با چشمی با دلی سوخته تصور کن جلوی شش گوشه مولا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام على اخيك ابن الفضل العباس ورحمه الله وبركاته فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة قبل الإنكار شرح و تفسیر این دعای وارده در زیارت آشورا که از مجموع دوازده دعاست همونطور که عرض شد در جلسه سابق دوازده دعا در زیارت آشورا هست بدون لعن ها یکی از این دعاها همین عبارتی است که صد مجلس را به اون مزین کرده قبل از اینکه وارد بحث بشیم و وارد شرح این قسمت بشیم لازم است که یک چند مسئله احکام شرعی بیان بکنیم ان الله خدمت عزیزان و وارد موضوع خودمون بشیم بحث هفته قبل در مورد نماز قضا بود که نماز قضا باید ادا بشه و در اون تکاسل نشه اون را کنار انسان نگذاره یعنی پشت گوش نندازه به عبارت دیگر بله گاهی فرد در خودش علامات موت میبینه یک بیماری صعب العلاجی گرفته خب این باید فورا آن چرا که نماز قضا داره همونطور که فقها میگن این دیگه جائز نیست به تأخیر بندازه عقب بندازه نه باید همون فور اقدام کنه به قضای آن نمازهایی که ازش قضا شده اما یک شخصی نه امید به زندگی داره جوانیه و مشکلی هم نداره که مثلا حالا احتمال مردن بده البته به این معنا که به حسب ظاهر احتمال مردن نیست وگرنه هر لحظه انسان ممکنه که جا اذا جا اجلهم لا يستقدمون ساعت و یستأخرون اگر مرگ بیاد هیچ تقدیم و تأخیری در اون صورت نمیگیره معلوم نیست انسان کجا به چه شکل چه صورت چه وقت از جوان روز در چه حالتی فوت میکنه این احتمال همیشه هست که انسان بمیره اما به حسب ظاهر احتمالش بعیده که یک همچین شخصی فوت کنه خب بله این میتونه به تأخیر بندازه اما نه اون مقداری که به معنای استهزا و بی محلی به احکام دین باشه مثلا حق نداره نمازی که به گردنش شهست را ده سال بیس سال به تأخیر بندازه نه حالا مثلا یک ماه دو ماه سه ماه یک سال حالا مانعی نیست ولی باز باید به با اون معنایی نباشه که این فرد نسبت به احکام دینش بی مبالاته خب حالا شخصی ممکنه بگه آقا من میدونم نماز قضا دارم و میدونم قطعا کمتر از یک سال به عهده من نیست یک سال من حالا در طول این چل پنجاه سالی که عمر کردم از خدا مثلا حالا نماز صبحایی وقتهای خوابم میبود یادم میرفت قضا کنم میدونم کمتر از یک سال نیست اما بیشتر از یک سالش رو شک دارم این حکمش چیه؟ این حکمش اینه که همون مقدار کم باید انجام بده یعنی یک سال و لااقل بخاند این مبعه ذمه است یعنی تکلیفی به عهدش نیست اگرچه بهتر است که نمازهای بیشتری را ادا کنه یعنی اگر میدونه بین یک تا دو ساله ولی قطعا از یک سال کمتر نیست خب این شخص باید یک سال را قطعاً قطعا ادا کند و یک سال دیگر مستحب خوبه ما علمایی داشتیم که کل نمازهای عمرشون را دوباره اعاده کردن و بعد از خودشون هم وسیعت کردن دوباره نمازشون اعاده بشه خونده بشه چون نماز رکن دینه از و عمود و دین این قبلت قبل ما سواها اگر قبول بشه ما بقیه اعمال قبول میشه و این ردت و رد ما سواها. در نتیجه باید انسان به این احکام خلاصه اهمیت بده و نمازشو حتما اگر قضا شده هر چه سریعتر بهتره که ادا بشه مسئله دوم مربوط به یک سری از واجبات نمازه یک سری از شروط نمازه خب یکی از شروط نماز اینه که لباس انسان تمیز باشه مشکلی نداشته باشه لباس مسلی دهارت داشته باشه خب حالا شما که در استرالیا هستید و در اون کشور و شهرهای اون کشور معمولا سگ و گربه زیاده خب بعضی از خانواده ها هستن این استرالیایی ها خارجی ها که خلاصه سگ دارن تو خونه هاشون یا با سگشون قدم زنی میان خب این چه حالتی داره بر نماز من؟ ببینید اگر موی سگ یا موی گربه روی لباس انسان یا روی بدنش باشه این نمازش مشکل داره و نمیتونه نماز بخونه در نتیجه باید اون مو را از بین ببره محل و طاهر بکنه تهارت کنه و اون وقت به نماز بیسته اگر من نمیدونم اصلا نمیدونم اصلا موی سگی هست گربه ای هست یا نیست اون مشکلی نداره اما میدونم یک موی سگی روی لباس من هست خب من نمیتونم با این نماز بخونم باید حتما اونو از بین ببرم موی گربه و موی سگ با این تفاوت که موی گربه نجس نیست طاهره اما نمیشه باهاش نماز خوند مگر اینکه یک نجاست عارضی به اون عارض شده باشه شرابی روش ریخته شده باشه خونی رو بدنش باشه که این موه خونی شده باشه این مشکل داره بله اما اگر نه خب این مو مشکل نداره طاهره اما سگ تمام اجزایش نجسه چه خشک باشد و چه تر همه اجزایش مو دندان خلاصه همه بدن سگ نجس است در نتیجه اگر موی سگ و بدن یا لباس باشه باید حتما اونو از بین بود و بعدا به نماز ایستاد ان الله وارد بحث میشیم با صلوات به محمد و آل محمد اللهم صل الله علی محمد و آل محمد و عجل فرج فاسال الله الذي اكرمني بمعرفتكم از خدا میخواهم خدایی که به من کرامت کرد به من لطف کرد چی را معرفت شما اهل بیت را واقعا یکی از بزرگترین بلکه بزرگترین نعمت الهی به ما شیعیان همین معرفت معرفت اهل بیت علیهم الصلاة و فاسأل الله الذي اکرمنی به من کرامت کرد به من مقام داد به من لطف کرد من را اهل دونست که معرفت شما را به من بده خب معرفت اهل بیت مراتبی داره چهار مرتبه برای معرفت اهل بیت تعریف شده یک مرتبه مرتبه است که معرفت حق است معرفت به تمام مقامات اهل بیت آن گونه که هستند می باشد که این مقام این نوع معرفت مخصوص به خود خداوند متعالي. همون ترك نبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فمودن يا علي لا يعرفني إلا الله وأنت ما را کسی نمي شناست جز تو ولا يعرفك إلا الله وأنا ترى کسی نمي حق معرفة جز من و وما عرف الله إلا أنا وأنت و خدا را کسی نمیشناسد حق معرفت خدایی که برای یک انسان امکان پذیره که خدا را آنگونه بشناسد جز من و تو که البته نسبت به سائر اعمم همینطوره چون این جزء مختصات امیر المؤمنین نیست در نتیجه حکمش بر تمام ائمه جاری میشود پس یک معرفت معرفت حق است این مربوط به خدای متعاله یک معرفت معرفت به مقاماتشون در حد توان بشری است که این مخصوص خواص اصحاب اهل بیت اونهایی که تعبیر شده مثلا مثل سلمان مثل زراره مثل ابوذر زر، سلمانو منا اهل البيت زراره منا اهل البيت به مقاماتی رسیدند آنگونه معرفت پیدا کردند که جز اهل بیت شدند به این معنا که معرفتشون نسبت به اهل بیت علیه مصلاحات و سلام به احلا مراتبی رسید که یک انسان میتونه به اون مرحله برسه این مرحله دومه مرحله سوم یا رتبه سوم معرفت به مقامات از راه روایات اهل بیت ما که اونها رو ندیدیم فقط از راه احادیث و روایات بیاییم مرتبه مرتبه معرفت ما نسبت به اهل بیت بیشتر بشه چطور؟ ما که ندیدیم چطور خود اهل بیت خودشون رو معرفی کردن در دعاها، در زیارتها، در احادیث مختلف که نسبت به حجج الهی وارد شده خب این مخصوص کدوم افراد علماس، حکما، علما، عرفا و مؤمنینی که زیر همین منبرهای سید و شهدا تربیت شدن که همش معارف اهل بیت و نور اهل بیت علیه مصلات و, و السلام که شاملشون میشه مرحله چهارم که اقل ایمان کمترین مرحله در مراحل معرفته اینه که انسان نسبت به اهل بیت این اعتقاد رو داشته باشه که اونها یک مقاماتی دارند یک و واجب الاطاعه هستن امام هستن پیشوا هستن باید از اونها تبعیت کرد که این شامل اکثر مؤمنین میشه که این ایمانو در این مرحله و در این درجه دارا هستن خب فاسال الله الذي اكرمني بمعرفتكم به, به من این کرامت رو داد که به شما ایمان بیارم شما رو بشناسم مگر معرفت اهل بیت چه آثاری داره چه برکاتی داره که من را خدا کریم دونسته من و خدا با فضیلت دونسته من را خدا شایسته دانسته که به من این معرفت را عطا کنه معرفت اهل بیت چه آساب برکاتی داره خیلی بحث گسترده است بحث بسیار مفصلی است من اینجا به صورت اجمال گذرا به چند مورد فقط اشاره می کنم فقط اشاره و الا بخواد بحث مفصل انجام بگه شاید چندین شب نیاز باشه که به این مطلب رسیدگی بشه خب آثار و برکات معرفت اهل بیت یک معرفت الهی است اگر اهل بیت را نشناسیم خدا را نمیتونیم بشناسیم چطور میشه خدا را شناخت وقتی خودمون از شناخت خودمون قاصر هستیم خودمون هنوز نتونستیم خودمون رو کشف کنیم میتونیم خالق را بشناسیم چگونه ممکنه این علم بشری با این تکنولوژی پیشرفته ای که امروز ما شاهد اون هستیم علم نانو و امثال اینها بازم میبینیم وقتی که به وجود انسان به خلقت انسان میرسه عاجز میگه هنوز به من ناشناخته است این موجود به مغز انسان که میرسه دیگه اینجا متوقف میشه چرا میگه این مغز بشری که خدا به او داده هزاران هزار کامپیوتر قول پیکر باید جمع بشن با هم بتونن یک عملیات محاسبه ای که مغز میدونه تو چند ثانیه و انجام بده اونها بتونن انجام بدن ابر کامپیوتر میخواد که بتونه کار مغزی که خدا در این حجم کوچک تو سب ما گذاشته و بتونه انجام بده انسانی که از شناخت خودش حاجزه میتونه خدا رو بشناسه میتونه خدا رو تعریف کنه میتونه خدا رو توصیف کنه به اون طور که لایق خود خداست و خب خیلی آمدن خداهایی بر خودشون خلق کردن اونهایی که از مذهب اهل بیت مکتب اهل بیت دور افتادن ببینید ببینه چه خداهایی دارند همین صحیح بخاری را نگاه کنید کتاب ابن تیمیه را نگاه کنید ببینید چه مزخرفاتی در مورد خداشون نوشتند نوشتن خدای ما جسم داره دست و پا داره وقتی روی کرسی میشینه وسیع کرسی و سماوات و الارض که در آیت الکرسی میخوانیم خب خدا آنقدر چاقه بنابرای روایت این اینها آنقدر خدا چاقه که وقتی روی کرسی میشینه اطراف شکمش شکمش انقدر بزرگه که اطراف... از اطراف کرسی میزنه بیرون چطور خداییه چطور توصیف کردن خدا به اینها یا در جای دیگه بوایت اینها بوایت ببینید خودشون نقل میکنن چون اینها در کتب صحاحشون در کتبی که بهش اعتقاد دارن و اعتماد دارند میگن که خدا دست و داره جسم نگاه میکنه در جای دیگه روایت نقل میکنن که خدا هر شب جمعه روی خرش سوار میشه و به آسمان دنیا میاد توی کعبه نازل میشه در جای دیگه اینجوری نقل میکنن که روز قیامت خدا به جهنم بعد از اینکه بشر مستحق جهنم را فرستاد به جهنم به جهنم ندا میاد که هل امتلعتی پر شدی سیر شدی فتقول هل من مزید آیا باز هم هست هنوز من جا دارم آنگاه خدا پای خودش رو ور میذاره می تو آتش جهنم اون وقتی که دیگه خلاصه جهنم پر میشه و مملو میشه و صدا به که کافی است خب وقتی که از مکتب اهل بیت دور بشی این میشه خدای تو معرفت الهی خدا را بشناسی حاضر باشی در محضر خدا باشی اینا را اهل بیت به ما یاد دادن اهل بیت که خودشون اصلا نیازی به این حرفا نداشتن اهل بیتی که خدا بهشون وعده بهش داد زین العابدین علیه الصلاة و السلام که چند روز پیش روز شهادتشون بود گریه میکنن ابکی و ما لیلا ابکی داره من و شما رو یاد میده به من و شما یاد میده چه کار بکنیم چطور گریه کنیم برای چی گریه کنیم أبكي لخروج روحي من جسدي أبكي لضيق لحدي أبكي لوحشتي في قبي أبكي لوحدتي في قبي أبكي لسؤال منكر ونكيب إياي أبكي لخروجي من قبي حاملا ثقلي على ظهري أنظر يمينا وتارة شمالا إذ الخلائق في شأن غير شأني أبكي بحال خدشه گریه میکردن تحجد میکردن نمازشون بیشتر بهتر از نماز ما بود کم و کیفن روزشون اونطور جهادشون اونطور زکاتشون اونطور نمازشون روزشون حجشون ما به چیمون مون میبانیم وقت اینها میان معرفت الهی را به ما یاد میدن در دعایی که مستحب فردا حتما بخوانید فردا از عصر جمعه دعای است انتهای مفاتیح الجنان بعد صلوات بر حجاج طاهره وارد شده دعای در عصر غیبت امام صلوات الله و سلام و علیه که مستحب عصر جمعه ها خونده بشه سید ابن طاووس این دعا را نقل میکنه ابتداش اینجوریه بسم الله الرحمن الرحیم که این دعای قسمت خیلی مهمه و بسیار سفارش شده که انسان در ایام غیبت امامش بخونه این دعا را اللهم عرفنی نفسک فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف حجتك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك، فإنك لم تعرفني رسولك، لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني إن دعى حجة إلهي وسیله ایست به معرفت پیامبر که اون وسیله ایست به معرفت خدا پس از راه معرفت اهل بیت ما به معرفت الهی میرسیم در جای دیگر آقا امام صادق علیه الصلاة میفهم و السلام میفهماین ولولا نحن ما عبد الله اگر ما نبودیم خدای عبادت نمیشد خدای عبادت نمیشد دینی باقی نمیموند اگر سید و صلوات الله و سلام و علیه اون بدل روح و ارواح و اهل بیت ها نمی کردن الان دینی باقی نمی موند هیچ کدوم از ادیان نه فقط دین اسلام هیچ دینی اینها به روی کوه زمین باقی نمی گذاشتند خب اون بیت معروف و منصوب به امام حسین که بیت, بیت شهریست که برای خود امام حسین نیست ولی منصوبه به حضرت سید و شهداس. لسان حال سید و شهداست تو بهتره اگر بگیم لسان حال سید و شهداست صلوات الله و سلام علیه انکان دین و محمد لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خودینی اگر دین نبی اکرم جز با قتل من استوار نمیشه پس من در نتیجه خودم را هدیه میکنم به این دین من خودم را تقدیم میکنم به این شمشیرها اهل بیتم را تقدیم میکنم که این دین باقی بمونه نه تک تک امور ها نه نماز و الا سید و شهده امام است امامت جزء اصول دین سلام جزء فروع دین امکان نداره اصل فدای فرع بشه نه کل دین کل شاکله دین اگر متوقف این است که سید و شهدا خودش رو فدا کنه حضرت خودش رو فدا میکنه پس یک معرفت الهی دو بقا و حیات اینکه اصلا حیاتی هست وجودی هست به برکت این وجودات مقدسه هست گفتم واقعا آثار و برکات اهل بیت اگر بخوایم استقصا کنیم همه شو به خیلی زیادن من فقط چند تاشو اینجا دارم اشاره میکنم بقا و حیات امام صادق تعمد حضرت زهرا سلام الله عليها وشو بفرماين يعني؟ هي الصديقه الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الاولى تاريخ بن معرفه الصديقه طاهره استوار بقاء خب این ايه روایتی که شیعه و سنی نقل کردن متواترا هم نقل کردن جای هیچ خدشه شيء نداره نه سندش نه دلالتش روایتی صلی الله علیه و آله و سلم که ایشان فرمودند لولا الحجه لساخت الارض باهلها اگر حجتی به روی زمین نباشه این زمین از بین میره به برکت اون حجت است که الان زمین داره دور مدار خودش میچرخه به برکت اون حجت است که زمین روز و شب داره به برکت اون حجت است که آسمان میبارد نقل قول امام صادق علیه الصلاة والسلام و السلام بکنم که اینها کلامشون نور است قال صادق علیه الصلاة و السلام بنا اثمرت الاشجار یعنی به برکت ما بود که درختان میوه دادند و اینعت الثمار به برکت ما بود که میوه ها رسیده شدند خوشمزه شدند قابل خوردن و استفاده شدند و جرت الانهار به برکت ما بود که بود خانه ها جاری شدن و بنا ینزل و غیث و به برکت ماست که باران از آسمان می بارد و ینبوت و عشب و به برکت ماست که درخت از زمین می روید چمن می روید گیاه می روید خب بعضی از افراد هستن ممکنه همین الان اشکال کنند آقا چطور میگید این حرف؟ همه اینها یه قوانین طبیعی داره دونه باید کاشته بشه آب باشه نور خورشید باشه رشد میکنه خودش میوه میده بله درسته منم منکر این قوانین نیستم ولی به برکت ذوات مقدسه اهل بیت بود که خدا این قوانین را قرار داد نمیخوام بگم قانونی نیست نه به برکت اهل بیت این قوانین طبیعی و خدا در این جهان قرار داد تا وقتی که خورشید به این دانه توی زمین میزنه که آب خورده کم کم جوانه میزنه رشد کنه در وقتی بشه میوه بده به برکت کی بود به برکت کی بود که خدا این قوانین را گذاشت به برکت اهل بیت بود که خورشید سبب رشد گیاهان شد به برکت اهل بیت بود که خدا این سبب را کذاش که خورشید به دریا بتابه آب بخار بشه اب بشه اب باران بشه به برکت اهل بیت بود که خدا این قانون را گذاشت که آب بر زمین جاری بشه یک سریش فرو بره صفه های زیر زمینی را درست کنه یک سریش هم بر روی زمین جاری بشه و رودخانه ها را تشکیل بده بقا و حیاته سوم که احتمالا نرسیم تمام اون مطالب بگیم شاید یک سویش بیافته به هفته آینده انشالله سوم قبول اعمال معرفت اهل بیت باعث میشه عمل من و شما قبول بشه وگرنه هیچ عملی پذیرفته نمیشد شاید یکی اشکال کنه آقا چطور اونی که نماز میخونه خب داره نمازش رو میخونه بله اما نماز رو میخونه که چی که به خدا نزدیک بشه خدا داره میگه آقا من نمازی که بدون ولایت اهل بیت باشه و قبول نمی کنم حالا به نظر شما این نماز به درد میخوره یا نه مثل چیه؟ یک مثال ساده بزنم شخصی ور داره یک برنامه ای را یک کامپیوتر و خودش نصب کنه اما سریال نامبرش رو نداشته باشه خب این زحمتش کشیده فضا و حجم روی اون هارد ذخیره شده گرفته شده نصب انجام گرفته ستاپ انجام شده اما یک مرحله دیگه کامل باید بشه برای بهره برداری اون هم سریال نامبه بشه میگه سریال نامبه رو بده تا من اجازه بدم تا از این برنامه استفاده کنی خب شما اگر سریال نامبه نداشته باشی کل اون اعمال به درد نمیخوره قضیه همینه مثال همینه خدا میگه بله نمازت با شروط کامل بود از جهت تهارت مثلا حالا ما در تهارت اونهایی که به اهل بیت ایمان ندارن بازم شک داریم که وضوشون مشکل داره نمازشون مشکل داره اینها حالا اون بحثا بمانه فرض بگیم کل اینها هم درست باشه وضو درست باشه نمازش ان نظر قراءت و رکوع و سجود و اینها درست باشه انما یتقبل الله من المتقین حالا بناس خدا قبول کنه این عمل رو درسته یا نه بنویسه آقا این تکلیفش رو انجام داده ملائکهش بنویسن این آقا تکلیف خودش رو امروز انجام داد تکلیف به گردنش نیست یه سریال نام میخواد چیه اون سریال نامه معرفت اهل بیت خدا اینو به من و شما کرامت کرد به ما داد این معرفت رو که قبول بشه اعمالمون و الا باید روزه ای که می گرفتیم دوباره روزه می گرفتیم نمازی که میخوندیم خوندیم قضا می کردیم مشکل پیدا می کرد خدا گفته من هیچ عملی را قبول نمی کنم جز با محبت اهل بیت نام به قبول اعمال معرفت و محبت اهل بیت اگر داوی قبوله اگر نداری قبول نیست حتی اگر زحمتتو کشیدی امام صادق علیه السلام تو و السلام بفهمال ينت يعني لا يقبل الله من العباد عملا هيك عملي با نه ماز فقط نه بوز فقط هيك عملي را. كإنسان كي انسان انجام ده تقرب با الهي با خداوند متعال چوك از راه انها تقرب سورت بگيبه لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا لا در لغت عرب میگن يعني این علامة حصر نفی بعدش استثناء بیاد لا یقبل الا اینو علمای لغت عرب میگن حسن یعنی فقط و فقط و فقط از این راه قبول عمل صورت میگیره به معرفتنا روایت دیگر بخانم و وارد مجلس و روزه بشیم و یه ذکر مصیبت و توسلی بکنیم قال رسول الله صلى الله عليه وآله و وسلم هذا علي بن أبي طالب اي مسلم ها گوش کنید. نبی اکرم در میگه این علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین است و امام المتقین و قائد الغب المحجنین الى جنان رب العالمین شیعیان را به سمت بهشت میبرد افلح من صدق به کسی که به اون ایمان بیاره سعادت من میشه و خاب من کذبه اما اونی که اون را دور کنه بهش ایمان نیاره این دوچه به خسران میشه خودش, خودش خسرانه خودش شکست را پذیرفته خودش بدبخت میشه و خواب من کذبه ولو ان عب عابدن عبد الله یک شخص عابد نه هر شخص معمولی عابد یعنی میدونه نماز و شرایط و اینها یک فرد عابد عبد الله بین رکن و المقام پیامبر در اون زمان داره بهترین مقام و مکان روی زمین را اشاره میکنه بین رکن و مقام ابراهیم بین رکن کعبه و مقام ابراهیم بیسته و هزار و هزار سال حالا یا منصوب یک میلیون ساله یا دو هزار سال هزار و هزار دو هزار دو هزار سال یا یک میلیون سال عبادت کنه حتی یکون که البالی تا جایی که پوستش به بوست جلدش باستخان بچسب از كسرة عبادت ولقي الله مبغضا لآل محمد اما روز قيامة بياد در حالي دشمن اهل بيته اهل بيت را نميشناسه بهشون معرفت نداره اكبه الله على من خريه في نار الجحيم خدا اونو با سبتر اتش جهنم من نزل نماز خونده بله کل اعمال رو انجام داده اما در دا واقع خودش رو خسته کرده اون سویال نام نبوده نبود که این عمل مورد قبول خدا واقع بشه بله معرفت اهل بیت فاسال الله الذي اكرمني ای بمعرفتكم این یک دو به هاست یک جوهره هست رفقا آسون نفوشیم اینو راحت از دست ندیم اینو بدونیم چی داریم چه گرهری داریم پس سه مورد از آثار معرفت اهل بیت را در این جلسه ذکر کردیم یک معرفت الهی دو بقا و حیات و وجود و سوم قبول اعمال ان شاء در جلسات بعدی ان صل الله صلی الله علیک یا ابا عبد آمد خدمت زین العابدین ابو حمزه خب بالاخره ابو حمزه یکی از مقربین درگاه حضرته یکی از دوستاران حضرته یکی از عزیزان دل حضرته اصحاب یه روز جمع شدن به ابو حمزه گفتن ابو حمزه باید به با آقا بگو آقا بس دیگه تا چقدر گریه میکنید؟ آقا جان کافیه گریه کردن سی و اندی سال است آب تقدیمتون میکنیم گریه میکنید غذا تقدیمتون میکنیم گریه میکنید بچه یا میبینید داره فرام میکنه گریه میکنید آقا بسه خودتونو دارید از بین میبرید اومد خدمت آقا گفت یبن رسول الله القتل لکم عاده و کرامتکم من الله شانه یبن رسول الله این که مورد این که کشته بشید این عادت شماست کرامت الهی که خدا نصیب شما کرده اینه که شهید در راه خدا بشید پدر بزرگوار به شما هم شهید راه خدا شد آقا جان کافی نیست گریه کنید کافی نیست گریه را کنار بگذارید آقا دیگه چیزی از وجودتون باقی نمونده دارید از بین میبید آقا جان حضرت نگاه کرد به ابی حمزه گفت یا ابا حمزه رحمک الله خدا تو را رحمت کنه درست گفتی القتل لنا عاده و کرامتنا من الله شهاده بله تا حالا هر چی بوده قتل بوده اما تا حالا ابو حمزه شنیدی تا حالا زنان ما را به اصابت ببرند آیا تا حالا شنیده بودی گوش و از گوش بچه های ما غارت کند؟ یا ابا حمزه یا کل ما الى عماتی و خواتی تذكرت تو لیوم عاشورا هر وقت نگاه خواهران و عمه ها میکنم بی اختیار یاد روز آشورا میابدم چه شد میگرد چه بلایی سر آل بیت رسول الله من حساب کنید اینها چیزی توی خیمه ها باقی نذاشتند سید و هدا نقل در حینی که جنگ میکرد ناگهان جلوی یه شخصی شمشی رو برداشت اما به سرش بود نیورد یک محاوره یک گوی اینجا صورت گرفت میگن حضرت دو گوش از جیبش بیرون و تقدیم اون شخص گرد گفت ای مرد میدونم وقتی از کوفه بیرون آمدی به زن و بچت خول گوش دادی این گوش ها رو بگیر اما دیگه به چیزی کاری نداشته بود ای وای موز عاشورا کرد؟ حمل كونان وخيمها ندامد أحرقوا بيوت الظالمين خيمة إن ظالمين وأخذت ظالمي لعين بسرشون آتش زينب كبرى آمدن خدمت سيد امام زين العابدين يا ابن اخي بزب اباده خيمه هاي ما را قال عم عليكن بالفرار تويا إن صحرا فرار كنين بنات رسول الله من خيمه الى خيمه از خيمه بيا خيمه خیمه دیگر بنا وقتی تمام خیمه آتش گرفت و شدن در صحبا می خارم خواب مغیلان سنگ ها ریگه بیابان گرمای زوزال ای وای ای وای ابن مسلم میگه دختم يا ديدم دامنش آتش گرفتمون دفيدم دنبالش دویدم بتونم آتش خاموش کنم گفتم امت الله النار النار دختم ویس آتش خاموش کنم گفت انت لنا ام علينا تو با ما یا ماي ما كزي مدت ب ما باشه گفت لا علیکم ولا لکم من با شما نیستم علیه شما هم نیستم یه تاریخ نویسم ماده تو دین دیدم لبها خشکیده ترک برداشته داشته آب تقدیمش گفته نگاه به آب کن گفت یه سوال ازت میپرسن آیا پدرم موز آب نوشید یا نه گفتم نه دختر رسول خدا او را تشن لب گشتن آب به زمین گفت من هم آب نمی حسین زین آب حسين جَانَمُ حسين يا الله إلهي الحسين الشهيد وأمه وأبيه وجدّه وأخيه والتسعه المعصومه من ذريته وبنيه عجل لوليك الفرج خدایا به حق علی از غم سید و شهدا قسمت میدیم شب و با ما این بلا و این ویروس و از سر همه جهانیان دفع بفرما ما همه بیماران و لباس عافیت بپوشان خدایا به حق محمد و آل محمد حسن عاقبت به همه ما عطا بفرما تا ما رو نیا از این دنیا مبر ما و با محمد و آل محمد محشوم بکبدان خدایا ما را از محمد و آل محمد جدا مکن در دنیا زیارتشون در آخرت شفاعتشون در بهش هم جوابی و هم سایگیشون و نصیب ما بگردان این قلیل توسل ها از همه ما مؤسسین قبول بفهمان را زخیره و, زخیر و دخره اخرته قبل ما قبل بده همه حاجت من دون حاجت ربك ولا واحد المؤمنين والمؤمنات موت المؤسسين، اموت من مقصر هم اموت، همه عزيزان انا حازب شنو شهداء علماء صلحاء، شيعيان امير المؤمنين خدمي سيد الشهداء، نهدي للجميع ثواب الفاتح مع الصلوات.